بسم الله الرحمن الرحیم روز بخیر و خسته نباشید و درود به همه دوستان بسیار بسیار خوبم تو مجموعه آلا که ما رو همراهی میکنن سفت تا صد هندسه یازدهم مخصوصا بچه های پایه یازدهم ریاضی خب امروز میخوایم بریم سراغ سومین تبدیل ما باستاب رو معرفی کردیم انتقال رو هم معرفی کردیم امروز میخوایم بریم دوران رو معرفی بکنیم میخوایم بگیم اصلا دوران چی هست چجوری تعریف میشه چجوری اتفاق میفته و از اون مهمتر این که چه ویژگی هایی داره چون ویژگی هاش میتونه تو حل سوال به ما کمک کنه مثلا آقا دوران ایزومتریه پس اندازه پار خطا تغییر میکنه آقا دوران شیبه خطا چقدر تغییر میده خب این میتونه تو حل مسئله به ما کمک بکنه امروز ما راجع دوران صحبت خواهیم کرد. البته حرف ها دوران امروز تموم نمیشه. ولی خب اول دوران رو تعریف میکنیم. ویژگی هاش رو میگیم. نکاتی که تو ویژگیاش وجود داره میگیم و از همه مهمترین که میخوایم از ترکیب دوتا باستابان به دوران برسیم امروز حتما با من همراه باشید سومین تبدیلی که میخوایم یاد بگیریم دورانه دوران یعنی چی؟ یعنی شما یه نقطه ای رو تو صفحه ثابت نگهدار کل صفحه رو دور این نقطه بچرخون یه مرکزی برای خودت تصور کن خب و بعد کل دنیا رو دور اون مرکزه بچرخون حالا مرکزت میتونه کره زمین باشه کل دنیا بگی دور زمین میچرخه میتونه خورشید باشه بگی دور کل دنیا داره دور خورشید میچرخه یا هر چیز دیگه ای من با اینش کار ندارم و من میگم تو نگاه هندسی ما یه نقطه رو به عنوان مرکز در نظر بگیر و همه دنیا رو همه صفحه رو دور این بچرخون خب اولین چیزی که میتونم بگم اینه که وقتی میچرخونی پس هر نقطه ای از صفحه اولا تبدیل میشود ثانیا میتواند حاصل تبدیل باشد آره؟ این شما هر نقطه تو صفحه در نظر بگیرید هم خودش دوران پیدا میکنه یه چیزی میشه هم میتونه از دوران یه نقطه دیگه به دست بیاد پس دامنه و بردش کل صفحه هست پس این تبدیل با اون تعریفی که ما گفتیم رو داره یک به یکم که هست خب اصلا نگرانش نیستیم طبیعتا ایزومتری هم هست دیگه بچه ها ما وقتی کل نقاط صفحه رو دوره یه نقطه به چرخونیم شکلامون که بزرگتر و کوچیکتر که نمیشن که پس دوران ایزومتریه علاوه بر این باید بگیم حتی جهت شکلمون هم عوض نمیشه صرفا این که چرخوندیمش که مثلثمون پشت و رو نمیشه یادتونه دیگه راجع جهت شکل چی گفتیم گفتیم آقا جهت شکل اینه که شکل شما پشت و رو بشه تو باستاب این اتفاق میافتاد تو این تبدیل دوران که ما داریم معرفی میکنیم این اتفاق نمیافته پس دوران چی کار میکنه آقا یک نقطه ثابت رو در نظر بگیر فرض کن خودت اصلا تو نقطه ثابت وایسادی همه چیز رو تو ذهن دور خودت بچرخون این میشه دوران همه چیز رو وردار دور خودت بچرخ خب طبیعتا فاصله نقطه تا مرکز دوران تغییر نمی کند دیگه فاصله نقطه تا مرکز دوران تغییر نمی خود مرکز دوران هم اصلا تکون نمیخوره یعنی نقطه ثابت تبدیل محسوب میشه تو باستاب ما نقطه ثابت داشتیم مثلا خط باستاب کلا تغییر نمیکرد ولی تو انتقال ما نقطه ثابت نداریم در واقع اگه به من بگن آقا یه انتقالی هست که نقطه ثابت داره باید بگم مثلا این انتقال بردارش صفر بوده که این اتفاق افتاده ولی تو دوران ما حتما یه نقطه ثابت داریم اون نقطه ثابتمون چیه خود مرکز دورانه که هیچ اتفاقی نمیافته و بعد میزان چرخش هم برامون مهمه دیگه ما کل سفر رو با یه زاویه میچرخونیم نمیشه بگیم آقا این تیکه سفر رو 90 درجه میچرخونم این تیکه سفر رو 120 درجه نه این دوتا تبدیل مختلفه باید زاویه دورانت ثابت باشه و اتفاقی که میافته اینه که ما تمام نقاط سفر رو ثابت نگر میداریم و بعد اتفاقی که برای ما میافته اینه که اینا رو تو ذهنمون ور میداریم میچرخونیم میاریم میزنیم سر جای جدیدشون آره این میشه دوران به همش نمیریزیم پس اون ویژگی که شکلم نباید به هم بریزه سر جاشه دیگه مثلا دایره رو دوران بدی که یوه مثلا بیزی نمیشه مثلث رو که دوران بدی یا چارزلی نمیشه پس اون خاصیت هایی که مد نظر ماست همش تو این تبدیل وجود داره حالا بخونیم میگه دوران تبدیلی است که هر نقطه از صفحه را نسبت به مرکز به اندازه زاویه مشخصی میچرخاند اگر در دوران به مرکز زاویه تتا نقطه آب به تبدیل شود داریم اولا فاصله تا مرکز تغییر نمیکنه زاویه A او هم میشه همون زاویه دوران مثلا اینجا نگاه کنید این مرکز دوران مسلس آ رو به اندازه تتا چرخوندیم اومده شده مثلث به به این میگیم تبدیل دوران خب حرف اول یا نکته اول میگه دوران 360 درجه یه دوران کامله خب یعنی شما اینو بگیری آقا 360 درجه بچه خب هم یه سر جا اولت بهش میگم آقا تبدیل همانی تبدیل که هیچ کاری نمیکنه ما باز هم تبدیل همانی داریم آقا بله انتقال با بردار صفر این هم تبدیل همانیه دیگه هیچ کاری نمیکنه درسته ترکیب باستاب محوری نسبت به یه محور و دوباره همون یعنی من نسبت به یه خط باستاب بدم دوباره نسبت به همون خط باستاب بدم این هم یه جور مثلا تبدیل همانیه تبدیل همانی تبدیلی که هیچ کاری نکنه هر نقطه سر جا خودش بمونه اگه یه نقطه سر جا خودش مونده باشه من میتونم میگم با انتقال با بردار صفر میتونم بگم دوران 360 درجه است یه دور کامل زده دوباره اومده رسیده سر جاش میتونم بگم نسبت به یه خط باستاب دادم دوباره برگردوندم سر جا اولش همه اینا شدنیه دیگه همه اینا نقطه رو سر جا خودش نگه میداره بچه دقت کنید یه نقطه قرار نیست سر خودش بمونه قرار تمام نقاط صفحه سر خودشون بمونن یه نقطه سر خودش که محور باستاب سر خودش میمونه مرکز دوران سر خودش میمونه منظورمون این نیست ولی تو دوران 360 درجه تو شما نقاط سفر رو وردار یه دوره کامل بزن دوباره بیا رو سرجاش هیچ چه اتفاق نیفته همه چیز دوباره برگشت سر اولش انگار نه انگار که شما یه دور زدی خاطر بهش میگیم تبدیل همانی خب میگه دوران ایزومتری شیب خط رو ثابت نگه نمیداره من میخوام به این شیب خط رو ثابت نگه نمیدارد یه چیز دیگه هم اضافه کنم میخوام بگم می اگر شما یه خطی دارید و بعد این خط رو برمیدارید یه دورانی میدید میشه خط جدید مثلا این خط قرمز رو دارید یه دوران میدید میشه خط مشکی زاویه بین این دوتا با زاویه دوران برابره اصلا مهم نیست مرکز دوران کجا باشه زاویه بین این دوتا حتما با زاویه دوران برای مرکز هر جایی میخواد باشه اهمیتی نداره ولی اگر بگی سی درجه میچرخونی زاویه بین خط و دوران یافته حتما سی درجه است اگر 60 درجه میچرخونی زاویه بین خط و دوران یافته حتما 60 درجه است و همینطور برو این از این نکته بعدی میگه خب ترکیب دو تا دوران یه دوران جدیده که زاویهش مجموع دو تا زاویه دوران قبلیه مثلا میگه آقا شما نقطه آ رو با تتا بچرخون بشه ب حالا برو با تتا به بچرخون بشه سی اگه میخوای آ مستقیم برسه به سی چه زاویه‌ای رو باید طی بکنی تتا بله به تتا پیریم پس ترکیب دوتا دوران دوباره دورانه و زاویه این دوران چقدره جمع دوتا زاویه دوران اولیه درسته حالا بچه‌ها یه چیزی چون ما برای زاویه دوران جهت مثلا مثبت و منفی پات ساعتگرد و ساعتگرد مثبت مثلثاتی و منفی مثلثاتی هر که می‌خواد بگیرید در نظر می‌گیریم بعضی وقتا زاویه دوران جمع جبری میشه یعنی در هم کم میشه مثلا من 45 درجه ساعت پاد ساعتگرد چرخوندم بعد 30 درجه ساعتگرد چرخوندم یه 45 درجه منهای 30 درجه باید بشه میگم آقا حاصل این دوتا مثلا یه دوران 15 درجه به ما میده پس اینم باید حواس اون باشه چون برای زاویه دوران داریم جهت دوران در نظر میگیریم اینم باید یکم بهش فکر بکنیم خب حالا یه ذره کنیم سوال یک میگه که مثلث آب سه متساوی الاضلاع و این شکل رو نگاه کنید سی ان و بی من با هم برابرن اگر تحت یک دوران پارخط خط آم به روی پاره خط به ان تصویر شود زاویه این دوران چند درجه است میگه شما یه دورانی پیدا کنید که آم رو میندازه رو به ان بعد بگید زاویه چقدر خب با من بیاید این شکل رو نگاه کنید من میگم آقا میخوام یه دورانی باشه که آم رو بندازه رو به ان یعنی میخوام آ رو بندازه رو به آقا مرکز دورانی که آ رو میندازه رو به رو عمود منصف آب دیگه ای آقا کجا اومدین ما گفتیم که فاصله نقطه تا مرکز دوران و تبدیل یافتش تا مرکز دوران برابر فاصله تا مرکز تغییر نمی کند پس مرکز دوران باید رو عمود منصف باشه خب بعد حالا میخوام بگم که اصلا شما بیا مرکز دوران رو کار خودتو آسون کن بگیر محل همرسی نیم ارتفاع میانه ها عمود منصف ها تو مثلث متصفیل همه اینا بر هم منطبقن دیگه خب بعد الان دیگه زاویه این دوران معلوم میشه چقدره الان شما با دوران به مرکز او و زاویه 120 درجه آ رو میندازی رو به خوبه ب رو میندازی رو سه سه رو میندازی رو آ اصلا یه مثلث متصل الاضلاع رو بچا 120 درجه به چرخونید هیچ اتفاقی نمیافته. البته به مرکز همون معل امرسی نیم سازاش دیگه 120 درجه به دوباره همون مثلث رو میبینید فقط جای راساش تغییر کرده. خب حالا نگاه کنید من زل به رو 120 درجه به چرخونم میفته رو سه آ ببخشید اصخایی میکنم زل به اس رو 120 درجه به چرخونم میفته رو سه آ چون به ام و سه ان با هم برابرن خیلی دقت کنید به این که چی دارم میگم چون به ام و سه ان با هم برابرن و دوران ایزومتریه پس ام میفته رو ان آقا یعنی چی؟ گوش کنید من میگم شما یه پاره خطی رو دوران میدید میفته رو این یکی خب وسطش میفته رو وسط این یک سومش میفته رو یک سوم این دو سومش هر جای پارخط خط به سه میفته رو متناظرش روی پارخط سه آ دیگه درسته خب اگر اینجا یه وجب رفتی جلو اونجا هم باید یه وجب بری جلو پس نقطه این با این دوران میفته رو نقطه ان آقا با دوران به مرکز او و 120 درجه آ میاد رو به M میره رو ان الان قابل تصور دیگه این آ ام و 120 درجه به میفته رو به N. آ میره رو به ام میاد رو ان از من پرسیده بود که زاویه این دبران چقدره خب الان میگم آقا زاویه این دوران باید 120 درجه باشه پس سوال یک من گزینه چهار رو علامت میزنم حالا سوال دو همون سوال یه چیز دیگه از من پرسیده نگاه کنید میگه در شکل زیر مثلث آبسه متساوی لزله و بده و سه ای هم با هم برابرن این دفعه بگید این زاویه ای اف چقدره خب من چی گفتم؟ گفتم اگر یه خطی رو دوران بدی یا یه پاره خطی رو دوران بدی زاویه بین پاره و شکل حاصل یا پاره خط حاصل چقدره برابر با زاویه دوران اگر من میگم آقا شما با دوران 120 درجه آده رو میندازید رو به ای پس این زاویه با چقدر باشه باید 120 درجه باشه دیگه چون با دوران 120 درجه تبدیل کردی پس زاویه ای که به وجود میاد چقدر 120 حالا ممکن بود این زاویه ها در از ما بپرسه خب طبیعتا میشد مکمله و میشد 60 درجه ولی ما الان میگیم چون با دوران 120 درجه این کار انجام دادیم پس زاویه بین آده و به هم میشه همون درجه و سوال دو گزینه سه رو علامت میزنیم تست شماره سه رسیدیم میگه اگر خط x مساوی دو همزمان با دورانه 60 120 180 240 و 300 درجه حول مبدا تبدیل شود مساحت شکل محدود به همه خط ها چقدر است یعنی میگه این خط x مساوی دو رو یه بار 60 درجه دوران بده یه بار 120 درجه یه بار 180 یه بار 240 یه بار هم 300 درجه مرکز همه اینا مبدع مختصات باشه از برخورده اینا چه شکلی به دست میاد و البته مساحت اون شکل چقدره خب با من بیاید من خط x مساوی 2 رو نسبت به مبدا 60 درجه بعد 120 درجه بعد 180 نگاه کن 180 دی اینطوریه دیگه فاصلش تا مبدا عوض نمیشه 180 درجه میچرخه میاد این ور فاصلش تا مبدا رو دست نزن 180 به میاد میشه خط x مساوی منفی 2 قبول دارید اصلا نمیخوام معادله این خط رو پیدا کنم ولی یه دونه برای اینکه بدونید چه اتفاقی افتاد دفعه بعد 240 درجه چرخوندم دفعه بعد 300 درجه چرخوندم اومده رو این خط بچه اگه 360 میچرخوندم میفتاد رو خودش دیگه خب از برخورد اینا یه شیش زلی منتظم به وجود میاد که بچه ها تو این شیش زلی منتظم ما چی رو داریم؟ اینجا رو داریم دو واحد اینجا رو داریم دو یعنی انگار قطر فرعی شیش زلی رو داریم چهار اگه زلش آ باشه من میدونم که قطر فرعی شیش زلی رادیکال سه برابر آه پس رادیکال سه آ شده چهار الان آ به دست میاد چهار تقسیم بر رادیکال سه خب مساحت 6 سلی منتظم و چی رو چوری پیدا بکنم به آقا مساحت 6 سلی منتظم 6 تا مثلث متساوی الاضلاع 6 تا رادیکال 3 4 آ 2 یعنی مثلا هست چی 6 رادیکال 3 4 این آ رو به توان دو برسونید 16 سوم خب 4 رو با 16 بزنیم اینجا یه 4 بمونه 3 رو با 6 بزنیم یه 2 بمونه 2 4 تا 8 تا میشه 8 رادیکال 3 من فهمیدم از دوران خط x مساوی 2 پل مبدع با زاویه‌ای که سوال بهمون داده بود یه 6 سلی منتظم درست میشه بعد قطر فرعی 6 سلی منتظم رو دارم چهار زلش رو به دست آوردم و مساحتش که به دست اومد 8 رادیکال پس اگه با من بیاید سوال سه ما گزینه چهار رو علامت میزنیم بریم سوال بعدی میگه نقطه او به فاصله اچ ای از خط دی قرار دارد اگر خط دی را با دوران های مثبت 120 و منفی 120 تبدیل کنیم محیط شکل حاصل از برخورد این سه خط چقدر است تقریبا شبیه سوال قبلی اونجا مثلا 5 تا خط جدید ساختیم با خودش شد 6 تا اینجا دو تا خط جدید با خودش میشه سه تا پس میشه حد زد احتمالا مثلث متساوی الاضلاع به وجود میاد با من بیای. میگه نقطه او به فاصله اچ ای از خط دیه این فاصله اچه خب اگه من این خط رو 120 درجه به چرخونم بشه این الان این زاویه باید 120 باشه اینم دوباره اچ باشه دیگه این زاویه 120 دوباره مثلا منفی 120 چرخوندم پس دوباره اینم چقدر اچه خب توی این مسلس آبسه ای که از برخورد این تا خط به وجود میاد میتونم بگم آقا چون دوران ایزومتریه به سه و سه آ و آبه با هم برابرن پس مثلث متساوی از دایه فاصله مرکز دوران تا هر خط اچه انگار یک سوم ارتفاع اچه پس مثلا میتونیم بگیم می آقا ارتفاع مثلث میشه چقدر میشه سه اچ و این همزمان هستش رادیکال سه دوم زلش حالا مثلا آبه خب از اینجا میتونیم بگیم که اگه این مثلا رادیکال سه دوم آبه باشه پس آبه میشه چقدر؟ میشه 6H تقسیم بر رادیکال سه یه رادیکال سه از صورت و مخرج بزنید میشه دو رادیکال سه H خب محیط رو از من خواسته بود محیط جمع سه تا زل یا سه برابر آبه میشه سه تا 6 رادیکال سه H درسته؟ و بنابراین بیایم بگیم که آقا ما چون تونستیم H رو پیدا بکنیم ارتفاعی مثلث رو پیدا کردیم گفتیم آقا ارتفاع سه برابرشه میشه دو رادیکال سه اچ بعد محیط مثلث از من خواسته بود که سه برابرش میکنم دیگه میشه شش رادیکال سه اچ پس یاد گرفتیم که آقا اگه مثلا دوران میدیم با زاویه های مختلف ممکنه خط ما مثلث اون بده مربع بده زلی بده 6 زلی بده بس اینکه زاویه دوران اون چقدر اینجا دیدیم مثلث متصل از لا بهمون داده و محیطش هم شد شش رادیکال سه جواب گزینه یک خب به این سوال بعدی میگه مثلث او آبه مطابق شکل زیر با دوران ساعت کرد به مرکز او روی مثلث او سده تصویر شده است زاویه این دوران چقدره؟ میگه این مثلث رو ما دوران دادیم اومده شده روی یکی. بگید زاویه دوران چقدر؟ اولا چون دوران بچه ها ایزومتریه و زاویه ها تغییر نمیکنن و شکل با تصویرش هم نهشته پس مثلا زاویه او تو مثلث اولیه با زاویه او تو مثلث حاصل برابره اوکیه okay. ولی این زاویه یا او به زاویه دوران نیست ها حواستون باشه زاویه دوران میشه او سه مثلا چون آ با دوران میفته رو سی یا به او ده فرقی نمیکنه به با دوران میافته رو دی خب پس برای اینکه بتونیم اینو حساب بکنیم با من بیاید روی تخته وایت الان بگیم آقا چون شکل با مثلا مثلث ا او با مثلث سه او ده هم نهشته پس زاویه آعوبه هم با زاویه سه اوده برابره گفتیم دیگه دوران ایزومتریه هیچ چیزی رو به هم نمیزنه خب این زاویه هستش دو آلفا علاوه ده اون زاویه هستش چی سه آلفا منهای ده خب از این رابطه آلفا به دست میاد 20 ولی بچه زاویه دوران چقدره؟ میگه آقا زاویه دوران شما بیا بگو چی به چی تبدیل شده مثلا آعوسیه یا به اوده فرقی نمیکنه هر کدومون که بگید خب AOC میشه چقدر؟ در میشه سه آلفای به علاوه ده درسته؟ سه آلفا به علاوه ده میشه دیگه درسته؟ این یه دو آلفا به علاوه ده یه آلفا هم بهش اضافه کن میشه مثلا سه آلفا به علاوه ده آلفا هم که پیدا کردیم 23 26 با ده میشه چقدر؟ هفتاد درجه حالا یه سوال پیش میاد که آقا چرا گفته بود ساعت با من بیاید؟ ببین شما میتونستی بگیریم اینوری چرخیده پات ساعت کردین مثلثه رو چرخونی دور دنداخت رو اون اونم قابل قبول بود ولی عمدن گفته ساعت کرد که شما این زاویه کوچیکه رو به عنوان زاویه دوران اگه بخوایم بگیم زاویه اون دوران چقدره باید این 70 از 360 کم کنیم دیگه ببینیم 360 درجه من 70 درجه مثلا 290 درجه فرقی نمیکنه هم میتونی بگیم زاویه دوران 70 درجه است هم 290 جفتش قابل قبوله ولی اینجا با توجه توضیحات سوال طبیعتا گزینه 4 رو علامت میزنیم بریم سوال بعدی سال 6 میگه که ترکیب سه تا دوران با زاویه 25 و 35 و 50 دورانی با کدام زاویه می تواند باشه آقا چرا می تواند باشه ببین من چی میگم ممکنه که دو هر سه تاشون ساعت گرد باشن خب طبیعتا با هم باهم جمع میشه 25 به علاوه 35 به 50 آره میشه 65 و 110 حالا ممکنه که این دوتا رو با هم جمع کنی اینو کم کنی ازش یعنی ساعت گرد پاد ساعت گرد ساعت گرد یا نه مثلا این دوتا تا ساعت گرد باشن این پاد ساعت انواع مختلف اینا میتونه باشه دیگه مثلا 25 به علاوه 35 منهای 50 میشه 60 منهای 50 10 10 داریم تو گزینه خب پس هیچ مثلا دیگه چی 35 به علاوه 50 منهای 25 میشه این دوتا تا 85 منهای 25 60 یعنی این دوتا تا همجهت این خلاف جهت اینا 60 درجه میتونه باشه دیگه چی این دوتا یعنی 25 و 50 هم جمعشون میشه 75 یه 35 ازش کم بکن 40 اینایی که گفتم شدنیه هر ستا هم جهت دوتا تا جهت یکی فرق بکنه بعد یه نهید بگید آقا یه دونه هم اون دو دوتا فرق کنن و دیگه این چیز نیست کلا تا حالت میتونه باشه اوکی ما یه دونه پیدا کردیم که 50 به علاوه 35 منه 25 شد 60 درجه و طبیعتاً گزینه دو رو علامت میزنیم خب بریم جلوتر و دوباره یک نکته بسیار 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 مهم ببین چی داره میگه میگه ترکیب دو باستاب محوری با محورهای متقاطع یه دورانه ببین چی داره میگه میگه آقا اول آ رو باستاب بده بشه ب بعد ب رو باستاب بده بشه سی فقط اولی رو با این محور انجام بده دومی رو با این یکی محور انجام بده خب میگه در شکل مقابل مثلث آ با باستاب محوری به مثلث بی و سپاس به مثلث سی تبدیل شده است میتوان نشان داد که اگر محور با دو باستاب بر همون داشتن هم مثلث آ با دوران 180 نسبت به محل برخورد دو خط به مثلث بی تبدیل می شود. اصلا میخوام یه چیزی بگم بچا زاویه بین دو تا خط هر چقدر باشه زاویه دورانی که آرومیندوز روسی دو برابر زاویه بین دو تا خطه مثلا اگر زاویه دوتا دو تا خد 50 باشه آب با دوران 100 درجه میافته روسی اگه زاویه نو دو تا خط مثلا 80 باشه با 160 درجه میافته روسی اوکیه اینجا مثلا اگر عمود باشن این عموده بخاطر اینکه خوشگل تا دیده میشه کشیدیم اگه این دو تا بر هم عمود باشن میگیم آقا آبا دوران 180 درجه میافته روسی مرکز این دوران کجاست هم محل برخورد دو تا خد. پس ترکیب دو تا باستاب با محورهای متقاطع داره میشه چی؟ دوران قبلا گفته بودیم که ترکیب دو تا باستا با محورهای موازی چی میشه انتقال محورها موازی باشن انتقال بهت میده محورها عمود بر هم باشن یا حالا در واقع متقاطع باشن حتما یک دوران به وجود میاد اوکیه سوال شماره هفت مثلث آب پریم سه باستا به مثلث آب سه نسبت به خط آسه است خب یعنی آزل آسر در نظر بگیر باستا بده فقط هم نقطه بی تغییر میکنه دیگه میشه بپرم. مسلس آب پریم سه پریم باستا به مسلس آب پریم سه نسبت به خط آب پریم است. پس داره مسلس هم که به دست اومد و نسبت به آب پریم قری نمی کنیم. نقطه سی طبیعتا میشه نقطه سه پریم. حالا پرسیده که مسلس آب سه با کدام تبدیل میفته رو آب پریم, آب پریم سه پریم. حالا رو ول کنید با من بیاید. نگاه کنید. این مسلس آب سه. اول یه بار باستاب دادیم رف رو مسلس آب پریم سه دوباره اینو باستاب دادیم رف رو مسلس آب پریم سه پریم یعنی این دوتا باستاب انجام شده دیگه درسته یه بار چرخونیم یه باستاب دادیم کندیمش آوردیم این بر. دوباره کندیمش بردیم گذاشتیم اینجا میگه حالا اگه اینو بخواید بیارید ببرید روی این مسلس بذاریدش چه تبدیلی لازمه میگم آقا اولا ترکیب دو تا باساب محوری با محورهای متقاطع که چش بسته میشه دوران فقط مهمه که زاویه دوران چقدره میگم آقا محور باستابات چیان؟ یکیش آسه یکی آبپریم پریم دیگه زاویه بین اینا با زاویه آ برابر این سه تا این زاویه آه پس گول نخورید بگید آ, آ آ آ پس این زاویه سه آ آ حواستون باشه ببینید آب میخواد بیاد بیافته رو آبپریم پریم چند تا آ میکنه دو تا آ میکنه آسه میخواد بیافته رو آ سه پریم چند تا آ میکنه دو تا آ میکنه پس حاصل این دوتا باستاب یا ترکیب این دوتا باستاب یه دورانه و زاویهش هم چقدره؟ دو برابر زاویه از مثلث پس بگیم آقا حاصل این دوتا میشه چی؟ دوران به مرکز آ و زاویه دو آ یا دو برابر زاویه از مثلث خب بریم گفتیم دیگه ترکیب دوتا باستاب حتما دورانه شما فقط باید زاویه دوتا دو... دو تا خط باستاب پیدا کنید دو برابر کنید بشه زاویه دور سوال 8 میگه مربعی به زل دو را نسبت به مرکزش به اندازه یه 45 درجه دوران میدهیم مساحت ناحیه مشترک بین مربع و تصویرش چی میشه؟ خب این هم خیلی سوال متداولیه که یه شکلی رو دوران بدیم بگم مساحت ناحیه مشترک چی میشه؟ مثلا نگاه کنید من یه مربعی دارم اینو مرکز رو ثابت نگه داشتم 45 درجه چرخوندم شده این مربع نقطه چین بعد میگه آقا مساحت نایه مشترک چقدره؟ آقا اولا نایه مشترک موافقید یه هشت زلیه منتظمه دیگه نای مشترک ما یه هشت سلی منتظمه حالا من مساحت هشت رو چجوری پیدا بکنم سعی میکنم این چهار تا مثلث گوشه یا رو از مساحت مربع کم بکنم خود مربع رو بهمون داده بود زلش و دو پس الان من اگه زل هشت سلی رو بگیرم آ بچا اینا آ میشن دیگه همشون اینجا میشه رادیکال دو دوم آ اینجا میشه رادیکال دو دوم آ از 45 درجه دارم میگم دیگه این زاویه ها همه 45 درجه هم. به خاطر اینکه دوران 45 درجه اتفاق افتاده حالا یه رابطه ای این زل مربع دوه. دو, مصافیه مصافیه دو دو مساوی چی مساوی رادیکال دو دوم آ به رادیکال دو دوم آ به علاوه آ در واقع میشه رادیکال دو آ به علاوه آ پس رادیکال دو به یک ضرب در آ آ از اینجا به دست میاد دو تقسیم رادیکال دو به علاوه یک مخرج رو گویا کنید میشه دو در رادیکال دو منهای یک درسته حالا این مثلث گوشه یا مساحتشون چقدر میشه هر کدوم رو پیدا بکنیم. از مساحت مربع کم بکنیم دیگه مساحت مثلث های قائم و هر کدوم میشن این ضرب این رادیکال دو دوم در رادیکال دو دوم میشه یک دوم آ دو. یه تقسیم بر دو هم داریم. میشه یک چهارم آدو بنابراین مساحت هشت زلی میشه مساحت مربع منهای چهار تا مساحت مثلث خب مساحت مربع که طبیعتا چهاره چهار تا مساحت مثلث هم میشه منهای آدو پس میشه چهار منهای ما اینو به توان دو برسونیم چهار در رادیکال دو منهای یک به توان دو رادیکال دو منهای یک به توان دو میشه چی؟ میشه سه منهای دو رادیکال دو درسته؟ چهار منهای 4 در سه منهای دو رادیکال دو درسته؟ خب حالا اینو یکم مرتبش بکنیم 4 دو تو میشه 8 رادیکال دو این دوازه منهای 4 میشه 8 پس میشه 8 در رادیکال دو منهای یک درست؟ مساحت هشت رو به دست هشت در رادیکال دو منهای یک, یک. خب پس اگه با من بیاید جواب سوال 8 گزینه یک به دستونه. حالا یکی هم ممکنه بگه من فرمول مساحت 8 زلی بلدم خب دیگه اون دیگه در واقع چیزی که شما بلدید و با خیر راحت میتونید برای تست استفاده کنید اگر بلد نباشید دیدید که با فیثاغورس میشه همه مشکلات رو حل کرد خب به این سوال 9 میگه دو نقطه آ و ب به فاصله دو از یکدیگر قرار دارند نقطه آ پریم دوران یافته آ به مرکز بی و زاویه مثبت 90 درجه است همچنین بپریم در بران یافته بی به مرکز آب از زاویه منفی 90 درجه است آقا مثبت 90 درجه چیه منفی 90 درجه چیه ساعت گرد رو بگیرید مثلا منفی پاد ساعت گرد رو بگیرید مثبت منظورمون اینه که اینا خلاف جهت همن ولی اصولا هم همینی که من گفتم ساعت گرد منفیه پاد ساعت مثبته یا مثبت مثلثاتی منفی مثلثاتی خب بعد گفته طول آپریم بپریم چقدره خب من برای یه شکل کشیدم با من بیاید گفته بود که مرکز دوران رو بگیر نقطه B A رو به اندازه 90 درجه مثبت یعنی 90 درجه پاد ساعت دوران بده خب میفته رو آپریم بعد این دفعه A رو بگیر مرکز دوران برو رو 90 درجه منفی یعنی ساعت کرد دوران بده بشه بپریم طول پار خط آپریم بپریم چقدره من میگم آقا فاصله تا مرکز دوران که تغییر نمیکنه پس شما اگه A رو به بپریم واسه بکنید که این با دوران رفته اینجا این دو تو با هم مساوی و این زاویه 90 درجه است دوباره اگر میگید دوران به مرکز B این نقطه چرخیده اومده اینجا پس این دوتا هم با هم مساوی هم و دوباره این زاویه هم نو... پس این چهار زلی مربعه و طول پاره خط آپریم میشه همون اندازه آبه اگه آبه رو بهمون داده دو به بپریم هم میشه چقدر دو اینجا زاویه دوران یا جهت زاویه دوران ها چه خیلی مهمه اگه حواستون نباشه تو این سواله کلا چیزای عجیب غریب به دست میارید به هر ترتیب چون زاویه دوران رو ما درست رعایت کردیم با خیال راحت مطمئنیم که گزینه یک داره به دست میاد سوال بعدی گفته پاره خط آب مساوی 6 مفروض است در دوران 60 درجه به مرکز بی، نقطه آپریم روی آ تصویر می شود خب پس یه دوران 60 اگر نقطه آزگون بازتاب یافته یه نقطه آپریم نسبت به خط آب باشد پس یه بازتاب انجام بدیم آپریم بشه آزگون مساحت مثلث آب آزگون چقدر است با من بیایید من برای شکل کشیدم میگم آقا نقطه آ رو 60 درجه به مرکز بی دوران بده آره این نقطه آ رو 60 درجه دوران بده میره میشه آپری بعد اینو باستاب بده بیاد بشه آزگون بعد گفتم از ساعت مسس قرمزه چقدر بچا اگه این زاویه 60 درجه باشه اینم میشه 60 درجه دیگه درسته بعد اینا هم که با هم مساوی هن. چون توی دوران ما میدونیم که فاصله تا مرکز عوض نمیشه تو باستابم که ایزومتری طول پاره خط تغییر میکنه پس این دو تا با هم ای آقا یه مثلثی با زلهای برابر و زاویه 60 درجه خب با خیال راحت نتیجه بگیریم که آقا آب آزگوند مثلث متساوی الاضلاع خب حالا اگه شما یه مثلث متساوی الاضلاع داشته باشید مساحتش چی میشه میشه رادیکال سه چهارم زلش به توان دو دیگه آب آزگون میشه رادیکال 3 چهارم آب به توان دو یعنی رادیکال سه چهارم زب در آب چند بود؟ آب شیش بود شیش به توان دو سی و شیش حالا سی و شیش رو با چهار بزن میشه نه رادیکال سه فقط مهم این بود که درست بتونیم اون مراحلی که سوال گفته رو با هم دنبال کنیم اگر نگه بقیه چیز خیلی عجیب غریبی نیستش خب پس سوال ده هم که مساحت مسلس متصویل از دارم رو ما پیدا کردیم نه رادیکال گزینه سه رو علامت میزنیم بریم سوال بعدی گفته در مستطیل شکل مقابل اگر مثلث ABM با دوران 90 درجه به مرکز N که وسط به S روی مسلس CDM تصویر شود مساحت مستطیل چقدره؟ میگه آقا اینجا یه اتفاقی میافته اگر شما مرکز دوران رو بگیری نقطه N یه دوران 90 درجه انجام بدیم میاد روی این حال تو بگو آقا مساحت مستطیل چقدر؟ خب با من بیاید آقا اگر دوران 90 درجه این مثلث رو میندازه رو این زل بم ام رو میاندازه روی زل ام درسته زل بم با دوران 90 درجه روی زل ام تصویر میشه اگر این دوتا از دوران 90 درجه دارن به دست میان پس زاویه بین خط و تصویرش میشه زاویه دوران یا یعنی زاویه ام 90 درجه است تازه دوران ایزومتریه پس این دوتا با یعنی هم مساوی یعنی اینم هست دو رادیکال دو خب اگه این دو رادیکال دو اینم دو رادیکال دو شما به من بگو بسته چرا میشه میشه رادیکال به ام به توان دو به علاوه ام سی به توان دو میشه چهار درسته هشت تا 16 جذرش چهار دیگه بسه به, به دست اومد چهار حالا من برای مساحت مستطیل به آب یا سدم نیاز دارم دیگه یه چیز دیگه میخوام بگم میخوام بگم که خب اگر با دوران این مثلث میافته رو این مثلث یعنی اگه دوران داره این کار انجام میده پس آبه میفته رو ام دی آ میافته رو سده خب پس باید این با این مساوی باشه اینم باید با این مساوی حالا من اینا رو مثلا سه تایی میذارم که شلوغ بلوغ نشه اینا رو مثلا اینطوری میذارم یه خط یه فلش خوبه اینم میفته رو این خب اگه این اتفاق بیفته پس این مثلثه یه مثلث قائم مساوی متساوی دیگه درسته این مثلث یه مثلث قائم مساوی متساوی ساقینه پس الان با خیال راحت میتونم بگم آا سه رادیکال دو دوم رادیکال دو دوم سه ام و خب دو رادیکال دو ضرب در رادیکال دو دوم میشه چقدر میشه دو آقا مستطیل من طولش شد چهار ارزش شد دو مساحت مستطیل چی میشه طول ضرب در ارزش دیگه میشه چهار ضرب در دو هشت درسته؟ دیگه هم خیلی چیز عجیب غریبی نیست دیگه اینکه که فهمیدیم اینو با دوران نها درجه میتونیم بندازیم روی این همه ای مشکلاتو مشکلات رو بر ما حل کرد در واقع یکی از راه که بچه ها تو مسئله های هندسه بخوان یه سری اطلاعات رو به ما بدن خب همین کاره که بیان اینا رو, رو روی تبدیل ها بر ما تعریف کنن بگن آقا این با میفته رو میفته روی این پس یه عالم زاویه رو تو شکل مشخص کرده یه عالم اندازه رو تو شکل به داره میگه که آقا چقدره اندازه ها معلوم میشن دیگه چقدره دیگه اندازه ها معلوم با هم برابرن زاویه ها معلوم دیگه خیلی اتفاقات در واقع خوبی میفته کلی اطلاعات رو به من میرسون اوکی پس با ترجمه محاسبات ما سال 11 گزینه 2 به